درود و وقتتان بخیر. به برنامه فراخبر با من صدف امیری خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید: آغاز چهارمین دور از سفرهای زلمه خلیلزاد به کشورهای منطقه. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بعد از دیدار از هند و چین به افغانستان خواهد آمد. و اما آیا می شود به نتیجه این دور از سفر زلمه خلیلزاد باورمند بود؟ هیچ تغییر تا به امروز الا یکی در روی میز مذاکره دیده شود در موقف طالب ها نامده. هیچ تغییر نامده. با او کشوری هم که از او حمایت میکنه متاسفانه تا به حال تغییر را ما شاهد داریم. در حالی که بیش از 10 کشور تلاش هایشان را برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح برا انداختند، طالبان تا اکنون به گفتگو با حکومت حاضر نشدند و نیز آینده گفتگوهای صلح ناروشن است. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برای چهارمین بار از بحر جستجوی صلح کولهبار سفر بست و پس از دیدار از هند، چین و پاکستان به افغانستان خواهد آمد. و ما یا می شود به نتیجه این دور از سفر زلمه خلیلزاد باورمند بود؟ در این حال انتظار می رفت که نمایندگان طالبان و آمریکا بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ادامه رایزنی ها در ابوظبی را در دوحه با گفتگو بنشینند، اما منابع از طالبان گفتند که این نشست به علت اختلاف‌ها بر سر آژندای آن به تعویق افتاده است. حضور نمایندگان حکومت در این نشست و نیز اعلام آتش‌بس از مسائل اختلافی میان طالبان و آمریکاییان گفته می‌شود که به تعویق دیدار دوحه انجامیده است. در این میان سفیر آمریکا در کابل دیدار نمایندگان آمریکا و طالبان را در قطر رد می‌کند و می‌گوید که طالبان همان گونه که با رسانه‌ها گفتگو می‌کنند با حکومت افغانستان نیز گفتگو کنند. با این همه یک هیئت حکومت بر رهبری نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجماع منطقه‌ای صلح که در یک سفر 4 روزه به اسلام آباد رفته است، سرگرم گفتگو درباره صلح با طالبان با مقام‌ها و رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان است. برای بحث بیشتر روی این موضوع دکتر قیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان و دکتر عمر صدر پژوهشگر ارشد انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در بحث با من هستند. سلام بر شما، ممنون از ورودتان به برنامه. آقای سجادی، بحث را با شما آغاز کنیم. پس از انکار طالبان از دو نشست جده و دوحه، فکر میکنید که مسیر گفتگوهای صلح افغانستان به کدام طرف روان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. من فکر میکنم متاسفانه از آغاز یک قدم دقیق و سنجیده برای پیشبرد مذاکرات صلح و وادار نمودن طالبان به میز مذاکره برداشته نشد. حضور مستقیم ایالات متحده آمریکا به نوع جایگاه و موقف سیاسی طالبان رو بالا برد و از طرف دیگر پاکستان را از نظر فشاری که از سوی افکار عمومی متوجهشان بود تا حدود این فشارا را کاهش داد و برای طالبان و حامیان منطقه‌ای اونها این ذهنیت را ایجاد کرد که لازم نیست که برای بیرون رفت از فشارها مستقیم با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح شود. عدم حضور یا عدم اعلام آمادگی طالبان برای گفتگوهای صلح در جده و قطر و دوحه بیانگری دو نکته بسیار روشن هست. یکی اینکه هیچ گونه تغییری در موقف اونا در بحث مذاکرات صلح به وجود نیامده و دوم چانه‌زنی برای امتیازگیری بیشتر و برای مطرح نمودن بیشتر خودشان در افکار عمومی و میدیا و رسانه‌ها. آقای سجادی، اگر اینجا آمریکا وارد عمل نمی‌شد، فکر می‌کردین که کشورهای منطقه افغانستان میتونه این تلاش‌ها را به ثمر برسونه؟ خب متاسفانه یک قسمت این ناکامی‌ها برمیگرده به سیاست ناکام حکومت افغانستان. حکومت افغانستان از آغاز مطرح شدن مسئله گفتگوهای صلح تا امروز بدون هیچ گونه طرح مشخص و اقدام عملی فعال صرفاً با مطرح نمودن شعار صلح طلبی اکتفا کرده، یعنی هیچ گونه مکانیزم دقیق تعریف شده و روشن مورد توافق جناح‌های سیاسی که از آدرس مردم افغانستان پروسه صلح و مذاکره را با مخالفین نظام موجود افغانستان به پیش ببره وجود نداشته متاسفانه. از طرف دیگر هم وارد شدن ایالات متحده آمریکا در این عرصه من فکر میکنم به جای ای که کمک بکنه برای مذاکرات صلح
نوع رقابت‌های جدید را برای گفتگوهای صلح در افغانستان تشدید کرد و من فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا به جای باز کردن باب مذاکره مستقیم با طالبان اگر فشارها را روی حامیان منطقه‌ای طالبان بیشتر می‌ساخت و حکومت افغانستان را برای اعمال فشار بیشتر روی در جبهات جنگی و نظامی روی مخالفان حمایت می‌کرد شاید امروز وضعیت تغییر می‌کرد. آقای صدر فکر می‌کنید که با این وضعیت که حالا جریان دارد در قسمت تلاش‌های و انکار کردن طالبان از دو نشست دوحه و جده هنوز هم ما در آغاز را قرار داریم؟ درود بر شما و دکتر صاحب و بینان عزیز. بدون شک آیا که در کدام مقطع از مذاکرات قرار داریم، آیا مذاکرات واقعا شروع شده یا نه، از آنجایی که در منازع افغانستان سه طرف اساسی وجود دارد، دولت افغانستان، ایالات متحده آمریکا و طالبان، بدون شک لازم بود که ایالات متحده آمریکا به خاطر رفع اختلافات و منازعی که بین اونها و طالبان وجود داره وارد مذاکره با طالبان میشد و مذاکرات که از جانب آمریکایی‌ها قرار بود که شروع شود با طالبان آغاز شده، اما آنچه که آغاز نشده مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان است. طالبان خودشان یک پروسه دو مرحله‌ای را در نظر دارند. مذاکرات در قدم اول با آمریکایی‌ها به خاطر قانع ساختن اونها برای خروج و یا حداقل یک تقسیم اوقات خروج از آمریکایی ها، در مرحله بعد اونا میخواهند که نه با دولت افغانستان بلکه با جناهای غیر از دولت افغانستان، مثلا احزاب سیاسی و جناهای مختلف وارد مذاکره شوند. متاسفانه باید به طالبا این درک فهمانده شود که دولت افغانستان را اونا نمیتونن دارو بزنن. دولت افغانستان نماینده واقعی ملت و این سرزمین است و یک طرف اصلی منازعه می باشد. اما در آخرین مورد حتی طالبان از دیدار دوباره با آمریکایان انکار کردند. خب در این مرحله چون بدون شک طالبا به عنوان یک گروه شورشی تحت تاثیر کشورهای مختلف هستند. شما متوجه هستین که دفتر قطر، دفتر دوحه در قطر بدون شک بخواین نخواین تحت تاثیر سیاست‌های دولت قطر در منطقه هستند. شبکه‌ای که از کویته میره و یا از شبکه حقانی است، اینا متاثر از سیاست‌های دولت پاکستان هستند. مذاکرات کنونی در حقیقت زیر تاثیر رقابت‌های منطقه‌ای کشورهای خلیج، به ویژه عربستان در مقابل قطر، امارات در برابر قطر و همچنان رقابت‌هایی که بین پاکستان و کشورهای دیگه هست وجود داره. از او خاطر انکار کردن طالبان از شرکت کردن در دوحه به خاطر مخالفتشان با دولت عربستان سعودی است. شما در نظر دارین که از نگاه تاریخی اختلاف بین طالبان و عربستان به این برمیگرده که عربستان به خاطر از این که از طالبان خواسته بود که روابط خود را با القاعده قطع بکنن و از این مسائل روابط طالبان تیره شد با عربستان و همچنان اخیراً یک مجمع علمای را که دولت عربستان به حمایت از خواست افغانستان برگزار کرد، این باعث تیرگی بیشتر رابطه بین عربستان و طالبان شد. از او خاطر طالبان بیشتر به از این منظر نشست جده را ترک کردن و انکار کردن. به او خاطر منازع مثل افغانستان متاسفانه در این مقطع زمانی به یک کشمکش منطقه تبدیل شده، از کنترل دولت آمریکا هم تقریبا بیرون شده است. آقای سجادی با توجه به سفرهای گذشته آقای خلیلزاد منطقه برای تسهیل گفتگوهای صلح افغانستان و روند صلح افغانستان، چی فکر میکنید که این دور سفرهایش چی نتیجه خواهد داد؟ خب من فکر میکنم که این کار طالبان از ادامه مذاکره با ایالات متحده آمریکا تا حدودی نشان دهنده است که تغییر جدی در موقف طالبان به وجود نیامده و اینا تلاش میکنن که با نشان دادن بی‌علاقگی خودشان جهت ادامه مذاکره امتیازات بیشتری را بگیره، به خصوص حامیان منطقه ایشان، به خصوص پاکستان و کشورهای تاثیرگذار روی طالبان، اونا تلاش میکنن که در واقع با به تاخیر انداختن مذاکرات مستقیم بین طالبان و ایالات متحده آمریکا یک فرصت دیگر را ایجاد کنه برای بازی های سیاسی خودشان، تا از اون طریق ایالات متحده آمریکا از طریق مراجعه با اونها بار دیگر طالبان را به پای میز مذاکره بکشانه. اما من تاکید من این بود که به هر حال اگر قرار است که گفتگوهای صلح در افغانستان به نتیجه برسه، زمانی به نتیجه میرسه که ما این را از دور رقابت های منطقه ای خارج کنیم. بله، ادامه فراخبر پس از میان برنامه کوتاه.
برنامه. خوش آمدید و آقای سجادی، ادامه صحبت های شما بود که اگر تغییر در موقف طالبان ایجاد نشده، پس این سفر تازه آقای خلیلزاد چی مفاد را میتونه به امر داشته باشه؟ من نمیخوام خیلی با بدبینی تحلیل بکنم. دقیقا در همین میز شما وقتی بحث مذاکره طالبان با آمریکایی‌ها مطرح شد، من این سخن مطرح کردم که تا زمانی که در موقف پاکستان تغییر به وجود نبیاید، گفتگوهای صلح طالبان به ایالات متحده آمریکا صرفا یک ابزار و وسیله دیپلماتیک برای موضع پاکستان است. حالا باور من است که هیچ گونه تغییری به وجود نیامده، نه در موضع طالبان نه در موضع پاکستان. باور من است تا زمانی که اعمال فشار جدی روی طالبان و پاکستان و حامیان منطقه ای اونها وارد نشود، این تغییر به وجود نخواهد آمد. حتی اگر مذاکرات دور بعدی بین طالبان و ایالات متحده آمریکا هم صورت بگیره، این مذاکرات صرفاً فشار را از روی پاکستان کم میکنه و طالبان را موجه‌تر نشان میده در مناسبات بین المللی. من باور من است که حکومت افغانستان متاسفانه در حاشیه قرار داره، نه شریک پروسه مذاکره است، نه خبر داره از پروسه مذاکره و گفتگوهای صلح و نه ابتکار عمل را در اختیار داره. اگر قرار است حکومت افغانستان مسئولانه در ارتباط با پروسه صلح اقدام بکنه، من فکر میکنم که ما نیازمند یک طرح جامع ملی صلح برای گفتگوهای صلح مذاکرات در با طالبان و مخالفین هستیم که در این طرح جامع تمام نهادهای مدنی احزاب سیاسی همراهی بکنه حکومت افغانستان را و در این طرح خواستهای معقول و منطقی مردم افغانستان روی میز مذاکره گذاشته شود و بر سر او لابی با کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا انجام بگیره. متاسفانه ایالات متحده آمریکا مذاکرات صلح را بیشتر در راستای منافع خودشان تعقیب میکنه و همین حرکت باعث شکلگیری دور تازه از رقابت‌های منطقه‌ای شد و ما مشاهده کردیم که قبل از مذاکره آمریکا طالبان رفتن با روسا نشستن، بعد از مذاکره آمریکا و طالبان، طالبان رفتن با ایرانیان نشستن و اینا بسیار در عجله دیده میشه. و اینا ببینید بحث صلح در افغانستان و ختم جنگ در افغانستان در واقع یک پروسه نیست که با عجله و شتاب ما به او دست پیدا بکنیم. بله، استفاده های مقطعی می تواند با یک سری برخورد های تاکتیکی و با عجله به دست بیاید، اما صلح پایدار و ختم این منازعه نیازمند است که ایالات متحده آمریکا در موقف خود در رابطه با طالبان و پاکستان باید تغییر جهت بده و وادار بکنه جانب مقابل را که با حکومت افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان وارد گفتگوهای صلح شود. هر قدری که صلح غیر ملی میشه و ابعاد منطقه‌ای و بین المللی پیدا میکنه، این پیچیده‌تر میشه و کمک نمیکنه به مذاکره. آقای صدر، فکر میکنید که طالبان چگونه وادار به این ساخته شوند که حداقل موقفشان در قبال گفتگوهای صلح افغانستان تغییر کنه و یا هم پاکستان؟ آمریکا چگونه میتونه این فشار را وارد کنه؟ به باور من لازم است به طالبان چند مسئله اساسی، اصل اساسی و خطوط قرمز قرار است با اونا مذاکره صورت نگیره و اینا اصول غیر قابل تغییر هستند فهمانده شوه. مسئله اول، نظم مبتنی بر قانون اساسی در افغانستان است، نظمی که بعد از سال 1380 بر مبنای یک نظام دموکراتیک و جمهوری به میان آمده. این اصل و این نظام بر ما چند شالوده و پایه های اساسی داره. یکی از او حقوق اساسی شهروندان و آزادی های مدنی است. مسئله دوم، برابری جنسیتی است. اختلاف اساسی که ما در افغانستان با جریان اسلامی طالبا هم داریم اساساً سر شکلیت نظام که آیا ما جمهوری میخواهیم یا امارت اسلامی، یک. دوم، مسئله حقوق اتباع، آزادی های مدنی و برابری شهروندی را چگونه طالبا تعریف میکنند. و سوم، برابری جنسیتی مرد و زن است. اینی اصول غیر قابل تغییر است. طالبا باید درک بکنند که در هیچ مذاکره، حتی اگر آمریکایی ها با اینا به توافق برسه، مردم افغانستان بالای این اصول معامله نمی کنن. از او خاطر لازم است که اونا بعد از اینکه با آمریکایی ها به خاطر توافق در مسئله نیروهای از نو به توافق رسیدن،
با مردم افغانستان روی این اصول توافق بکنن. مسائل دیگه که پیش میاد مثلا شراکت در قدرت، حضور آینده و سرنوشت آینده طالبا، عفو عمومی، مثلا رسیدگی به جرایم جنگی از اونا، اینا مسائل دیگه است که بعدا میتونیم بالای از اون مذاکره بکنیم. اما چند اصل زمانه که طالبان حالا نبیان با حکومت افغانستان ننشینن و گفتگو نکنن، همین مسائل چگونه مطرح شود؟ آمریکا این مطرح کنه؟ بدون شک آمریکایی ها صلاحیت مذاکره در امور داخلی افغانستان ندارن و ایره از آمریکایی هم درک میکنن. آنچه که ماموریت آقای خلیلزاد است یک نوع فراهم کردن زمینه مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان است و این به صراحت در مو اعلامیه که وزارت خارجه آمریکا وقتی که آقای خلیلزاد تعیین شد چنین چیز آمده است. از نگاه حقوقی و از نگاه سیاسی آمریکایی ها میدانند ظرفیت و مشروعیت از این ندارند که به نمایندگی از مردم افغانستان حرف بزنند و این صلاحیت تنها دولت افغانستان دارند. اما ما باید ابتکار عمل را دست بگیریم. دولت افغانستان باید طرح جامعه را به میان بیاره، تمام شرکای داخلی خود را، حوزه های مختلف، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، زنان، جوانان را، نه از آنچنان که قرار است آقای غنی طرح را میداد بدون از اینکه مشوره با جناح مختلف صورت بگیره، بلکه در نتیجه یک مذاکره بسیار گسترده یک طرح جامع به میان بیاره و تشکر. تا یک شما یک حوزه گسترده و مستحکم نداشته باشین طالب شما را مذاکره نمیکنه. طالب لازم است که از یک موقع از موضع قوی مذاکره چه موضع قوی منظور ما از زور نظامی نیست، موضع قوی از یک اتحاد و برنامه منسجم است که ما در داخل از افغانستان باید به میان بیاریم. ممنون شما آقای سجادی. از برنامه منظم آقای صدر یاد کردن، حکومت افغانستان چرا در این همه سالهایی که به نحوه داشت تلاش میکرد در قسمت مذاکرات و گفتگوهای صلح و ما شورای به نام شورای عالی صلح هم داشتیم، نتونست حداقل یک برنامه کلی و جامعی را طرح کنه که امروز از یک موضع قدرت بیاید وارد گفتگو با طالبان شد؟ ببینید دو تا مشکل اساسی وجود داره در این که طرح جامعه ملی برای مذاکره و گفتگو با طالبان و مخالفین مسلح نظام جمهوری اسلامی افغانستان وجود نداره شکی نیست. اگر می بود ما و شما خبردار می شود. حکومت افغانستان متاسفانه در طول این مدت با مسئله صلح به عنوان یک مسئله سیاسی برخورد کرده، مسئله سیاسی، مسئله کمپاینی و بهره برداری های مقطعی. متاسفانه حتی موضع گیری های اخیر رئیس جمهور غنی در ارتباط با قضایای صلح افغانستان بیشتر حالت بهره برداری سیاسی داشته تا خدمتتون عرض کنم که یک نگاه ملی و ناظر به مساله جمعی مردم افغانستان. این یک نکته است. نکته دومی که وجود داره است که ما شعار میدیم که مالکیت صلح باید به دست افغانها باشه. وقتی ما خبر نداریم، وقتی همه کشورها میآیند مستقیم با دشمنان مسلح نظام سیاسی وارد گفتگو و مذاکره میکنه، دستگاه دیپلماسی ما کجا لابی میکنه برای این قضایا؟ کدام اعتراض به کشورها انجام داد که بالاخره این گفتگوهای مستقیم به نوعی دور زدن حکومت افغانستان و در نهایت نقص حاکمیت ملی افغانستان است؟ اگر دولت های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حاکمیت ملی را از آن مردم افغانستان میدونه که توسط همین نظام موجود تمثیل میشه و این نظام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان به رسمیت میشناسند، بنابراین اینا حق ندارن بدون اجازه حکومت وارد گفتگوها با مخالفین نظام شود. اگر حکومت ایالات متحده آمریکا ادعا داره که ما تسهیل کننده مذاکرات و گفتگوها هستیم، معنای تسهیل کننده است که اونا حق ندارن مستقیم خودشان وارد گفتگوهای صلح با طالبان شوند بدون اینکه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات حکومت افغانستان، مردم افغانستان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی افغانستان شنیده شود. بنابراین من فکر میکنم که نبود وفاق سیاسی در درون افغانستان یک معضل اساسی بوده و نداشتن ابتکار عمل از طرف دیگر و برخورد سیاسی با مسئله صلح مسئله دیگری بوده که گفتگوها را با بنبست روبرو ساخته است. آقای صدر، زمانی که اگر حکومت یک برنامه کلی نداشته باشه و از یک نقطه قوت وارد این گفتگوها نشه و برنامه ای نداشته باشه، پس چگونه این گفتگوها پیش خواهند رفت؟ هرگاه اگر کشورهای منطقه هم تلاش داشته باشند، ایالات متحده آمریکا هم در این راستا تلاش کنه، اما حکومت خود افغانستان چیزی نداشته باشه. خب بدون شک اگر حکومت ابتکار عمل را اختیار نگیره، برنامه منسجم نسازه، در سطح ملی همگی را بسیج نسازه، مذاکرات به شکست مواجه میشه، طالبان میتونن بهره برداری حد اعظم را انجام بدن. از این نگاه در قدم دوم اگر قرار است ما حکومت منفعل داشته باشیم، من فکر میکنم مسئولیت شهروندی همه ما است که
در رابطه به این از مواقف مختلفی که داریم در سطح جامعه مدنی، در سطح نهادهای علمی، احزاب سیاسی، همگی باید آماده شوند برای ایجاد یک طرح همگانی و یک بحث و گفتمان عمومی را ما باید برای بیاندازیم تا اینکه فشار لازم بالای حکومت و همچنان طالبان و میان بیاید. در ادامه تلاش‌های حکومت افغانستان، هیئت که رفته به پاکستان، آیا فکر می‌کنین که حداقل این سفرشان به نحوه بتانه پاکستان را متقاعد به این بسازه که این بار به تعهدش صادقانه عمل کنه؟ این بستگی به این داره که خواستای پاکستان چی است و این هیئت که به پاکستان رفتن صلاحیت مذاکره در کدام موارد را دارن. خواستای پاکستان تنها مذاکره با طالبان در این خلاصه نمیشه. اونا خواستای استراتژیک و کلانتر دارن که در چارچوب سیاست‌های بزرگ منطقه‌ای پاکستان هستن. متاسفانه هیئتی که از شورای عالی صلح و با جمع از وزارت خارجه رفتن، من فکر نمی‌کنم که در مسائل استراتژیک و کلان منطقه‌ای صلاحیت مذاکره با اون موارد که خواست پاکستانی از داشته باشه. پس این همان نمایشی است؟ خب تلاش‌هایی است که بدون یک نوع، قبلا عرض کردم، اگر شما برنامه جامع داشته باشین و تمامی سفرها را و مذاکرات را در قالب یک برنامه جامع شماره یک، شماره دو و اقدامات بعدی چی باشه انجام بدین، نتیجه میده. اما اگر این باشه که به شکل آنی و دفتنی یک سفر شما انجام بدین، بدون شک نتیجه در پی نخواهد داشت. آقای سجادی، چقدر مهم است که حداقل هیئتی که از افغانستان رفته به پاکستان خیلی واضح و روشن به با پاکستان در موارد صلح افغانستان گفتگو کنید؟ ببینید، الان شما سوال کردید که چقدر این هیئت میتونه تاثیرگذار باشه. آیا این هیئت طرح مشخص را برای گفتگوهای صلح افغانستان داره که روی میز مذاکره پاکستان بگذاره؟ با باور من نداره متاسفانه. اگر هم یک طرح باشه، او طرح ملی نخواهد بود که حمایت تمام مردم افغانستان و افکار عمومی، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی رو با خود داشته باشه. من فکر میکنم تغییر در موقف پاکستان با التماس و رفت و آمدهای مکرر دیپلماتیک ایجاد نمی شود. تغییر در موقف پاکستان با اعمال فشارهای بیشتر، با متوجه ساختن فشارهای بیشتر افکار عمومی جامعه جهانی، با اعمال فشارهای بیشتر از سوی متحدین و همکاران بین المللی افغانستان به دست می آید. که ایرو ما متاسفانه از این فرصت و از این ظرفیت استفاده کرده نتونستیم. ما حتی نتونستیم از همکاری استراتژیکی که افغانستان با ایالات متحده آمریکا داره، ایالات متحده آمریکا رو متقاعد بسازیم که روی پاکستان اعمال فشار بیشتر رو وارد بکنه تا پاکستان در موضع گیری های خود و در موقف خود در قبال مسئله افغانستان و مبارزه با تروریسم تغییر موقف بدهد. این کار ما نتونستیم. بنابراین نه شورای صلح توانمندی رو داره در حال حاضر و نه حکومت افغانستان یک طرح جامع و خدمتتون عرض کنم یک ابتکار عملی را که بتونه همصدایی رو در بین نهادهای مدنی، احزاب سیاسی به عنوان طرح ملی صلح افغانستان روی میز مذاکره بگذاره، این ابتکار رو میتونه داشته باشه. ما نیازی به این داریم که یک بسیج ملی برای فراخوان مردم افغانستان توسط تمام احزاب، نهادهای مدنی، شخصیت‌های سیاسی کلان به شمول حکومت افغانستان باید روی دست گرفته شود، روی محورهای مهم قابل مذاکره و روی اصول و محورهای غیر قابل مذاکره اول توافق بکنیم و اینمی را به عنوان صدای یک پارچه و واحد مردم افغانستان روی میز مذاکره بگذاریم و بر سر این طرح ملی با دنیا، با ایالات متحده آمریکا، با همسایگان و کشورهای منطقه‌ای لابی بکنیم که خواست مردم افغانستان این است و هر کسی که حاضر است بر سر اینی خواستا مذاکره بکنه، مردم افغانستان آمادگی داره با او گپ بزنه. دکتر قیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان، و دکتر عمر صدر، پژوهشگر ارشد اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. سپاسگزار از شما که بیننده فراخبر بودید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.